در مصر هنگامی که نادین اشرف دانشجوی 22 ساله فلسفه در دانشگاه آمریکایی قاهره یک وبلاگ ناشناس برای آزار و اذیت جنسی در محافل داخلی به راه انداخت هرگز نمیدانست که بنیانگذار جنبش میتو در مصر خواهد شد اکنون اشرف یکی از صد زن منتخب سال 2020 بی بی سیست. من از اینکه در این لیست قرار گرفتم بسیار خوشحالم احساس میکنم این میتونه زنهای دیگر رو تشویق کنه که مهم نیست چند سالشونه و چه تحصیلاتی دارن فقط باید کاری کنن که تغییری انجام بدن و بر دیگران تاثیر بذارن او به صورت ناشناس اطلاعاتی از دانشجویی با خانواده ثروتمند به نام احمد بسامزکی را افشا کرد که وی بعدتر به زندان افتاد و اکنون به جرم تعرض جنسی در حال محاکمه است به دنبال پرونده زکی و جنبشی که ایجاد شد دولت لایحه ای را برای محافظت از هویت قربانیان جنسی تصویب کرد تا آنها را تشویق به شکایت کند او در حال حاضر با هشت نفر داوطلب در زمینه گسترش آگاهی در مورد خشونت جنسی کار می کند. اهمیت رضایت در روابط جنسی و سایر موارد مرتبط با خشونت های جنسیت محور در رأس فعالیت های وی قرار دارد. مبارزان میگویند یکی از ریشه های اصلی خشونت جنسی در جامعه را اکثریت مسلمان محافظ کار تشکیل می دهند که همواره زنان را به دلیل رفتاری که به زعم آنها تحریک آمیز خوانده می شود سرزنش می کنند. در نظرسنجی سازمان ملل در سال 2013 99 درصد زنان مصری آزار جنسی را تجربه کردند. فرشته رستگار صدای آمریکا